سلام، به کانال یوتیوب بافتنی با لیلا خوش اومدین. در این ویدیو آموزش این طرح زیبا رو داریم که میتونید برای بافت پتوی نوزادی ازش استفاده کنید. پس تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. برای بافت این نمونه کوچیک من میخوام از کانوای گوکسیم بیبی استفاده کنم که 100 گرمیه و یه مقدار ضخامتش بیشتره. با میل شماره 4.5 میتونم ببافمش. من برای این نمونه کوچیک 43 تا دونه سر انداختم. 33 تا برای مدلم چون باید مضربه 3 باشه، 5 تا برای حاشیه ابتدای کار و 5 تا هم برای حاشیه انتهای کار که شده 43 تا دونه. و حالا باید شروع کنم بافت رکن رو انجام بدم. برای بافت رکن هر رج رو زیر می بافم. دونه اول رو فقط رج اول می بافم. رجای دیگه بر می دارم. و دونه های زیر رو همیشه به این شکل می بافتیم. این دفعه به این شکل می بافمشون. به این شکل. به صورت زیر پیچ می بافمشون. میلمو می برم داخل دونه به این شکل. نخ رو می پیچم و از دونه میارم بیرون. چند رج به همین شکل می بافم. تا آخر به این شکل می بافم. به همین شکل بافت رو ادامه میدم. دونه ها رو به صورت زیر پیچ میبافم. فقط دونه آخر رو ساده میبافم. دیگه پیچ نمیبافم. و رج بعد هم به همین شکل. چند رج این بافت رکن رو انجام میدم. من 6 رج رکن بافتم و حالا میخوام شروع کنم به بافت مدل. برای بافت پتوی نوزادی چند رج ابتدا رکن میبافیم، بعد که میخوایم شروع کنیم به بافت مدل چند تا دونه از اول رج ها و چند تا دونه از آخر رج ها هم رکن میبافیم. دونه اول رو بر میدارم. 2, 3, 4 و 5 تا دونه. این 5 تا دونه رو رکن می بافم. حالا شروع می کنم به بافت مدل. برای بافت مدل ابتدا 2 تا دونه رو با همدیگه یکی می بافم. به همین صورت زیر پیچ. و بعد یه دونه رو نبافته بر می دارم. و یه نخ رو به این شکل میندازم دور میلم. پس 2 تا دونه با هم دیگه یکی، یه دونه نبافته و یه ژوته به این شکل میندازم سر میل. و اینو دیگه تکرار میکنم. 2 تا یکی، یه نبافته و یه ژوته. 2 تا 1 نبافته و ژوته. دو تا یکی نبافته ژوته. دو تا یکی نبافته ژوته. تکرار میکنم تا برسم به 5 تا دونه آخر که میخوام اونها رو رکن ببافم. پنج تا دونه مونده که این 5 تا دونه رو دیگه رکن میبافم. دونه آخر رو به صورت زیر ساده می بافم.
رج بعد دونه اول رو برمیدارم. دو، سه، چهار و پنج تا دونه رکن. بقیه دونه ها رو هم به صورت زیر پیچ میبافم به این شکل، همه رو این جوته به این صورت بافته میشه و دونه بعد و این دوتا یکیه رج پیش به این شکل همه رو به زیر میبافم. تا انتهای رج این کار رو تکرار میکنم. تا آخر. رج سوم مدل دونه اول رو برمیدارم. این پنج تا دونه رو رکن بافتم. برای بافت مدل در رج اول ابتدا دو تا یکی کردم، بعد یه دونه نبافته و یه دونه ژوته. اینجا برعکس میشه. اول یه نبافته و یه ژوته و بعد دوتا دونه رو با هم یکی میبافم. نبافته، ژوته و دوتا یکی. به همین ترتیب تا آخر رج تکرار میکنم. نبافته، ژوته و دوتا یکی. مدل همون هست، فقط جاشون عوض میشه. نبافته، ژوته و دوتا یکی. رجهایی که با نبافته و ژوته شروع میشه با دوتا یکی تمام میشه. این پنج تا رو هم رکن میبافم. و رج بعد باز همه دونه ها رو به زیر میبافم. تا انتها. مدلمون از همین چهار رج تشکیل شده. این رج حاشیه رو میبافم. پنج تا دونه رو که بافتم مثل دفعه اول ابتدا دو تا یکی انجام میدم و بعد نبافته و ژوته. دو تا یکی، نبافته، ژوته. تا انتهای رج. اینا رو میبافم و این پنج تای آخر رو هم حاشیه رکن میبافم. و رج بعد همه دونه ها به زیر.
انتها. و این رج باز حاشیه رو میبافم. بعد از این پنجتا اول نبافته جوته و بعد دوتا یکی. نبافته جوته دوتا یکی تا انتهای رج. رج بعد همه دونه ها رو به زیر میبافم. این رجی که همه دونه ها رو به زیر میبافم رج روی کار هست. مدلمون این سمت میفته. تا آخر همه رو به زیر میبافم. به همین صورت دیگه ادامه میدیم و مدلمون رو میبافیم. فقط اگر فراموش کردید که باید با چی شروع کنید رجتون رو، مدلتون رو، باید نگاه کنید به بافتتون. مثلا اینجا این دوتا یکی مشخصه. رج بعدش نبافته و جوته. باز اینجا دوتا یکی، اینجا نبافته و جوته. برای جوته یکم سوراخ باز افتاده و مشخصه. این رج که الان من میخوام ببافم باید بعد از پنج تا دونه دوتا یکی انجام بدم. چند رج میبافم و باز بافت رو بهتون نشون میدم. چند رج دیگه ادامه دادم و مدل رو بافتم. مدلمون به این شکل در میاد. اگر که خواستید با این مدل پتوی نوزادی ببافید، همینطور که در ابتدای کارمون چند رج رکن بافتیم، وقتی که بلندی پتو رو بافتیم خواستیم دیگه کور کنیم، باز در انتها هم به همون اندازه رکن میبافیم و بعد بافت رو کور میکنیم. برای من چون مدل کوچیک هست دیگه بلندیش کافیه. بعد شروع میکنم بافت رکن انجام میدم، یعنی هر رج رو زیر میبافم. این حاشیه کارم بود و این قسمت دیگه مدل میبافتم. مدل رو نمیبافم، همه دونه ها رو به زیر میبافم. رج بعد هم همینطور، همه دونه ها رو به زیر میبافم. چند رج ادامه میدم و بافت رو کور میکنم تا آخر به زیر میبافم. و همینطور رج بعد و رج های دیگه. تا آخر به زیر میبافم. شش رج رکن به اندازه اول کارم رو بافتم و حالا دیگه بافت رو کور میکنم. دونه اول رو برمیدارم، این دونه رو به زیر میبافم و دونه اول رو میکشم روی اون. دونه بعدی رو به زیر میبافم و این دونه قبل رو میکشم روی اون. به همین ترتیب همه دونه ها رو تا آخر کور میکنم. تا آخر. همه دونه ها رو که کور کردم نخ رو جدا می کنم، از داخل این حلقه رد می کنم و می کشم که بافتم کامل کور بشه. عرض کار من با این تعداد دونه و این کاموا و میل شد 23 سانتی متر. اگر که خواستید پتوی نوزادی ببافید و عرضش رو حدود 100 سانت در نظر بگیرید، برای من با این کامبو میل 43 تا دونه شده 23 سانت. حدوداً باید 4 برابر این تعداد دونه سر بندازم تا حدود همون 100 سانت رو که میخوام بهم بده. و همینطور اگر که خواستید پتوی نوزادی ببافید، در ابتدا تعداد رج‌های بیشتری رو رکن ببافید، حدود 3-4 سانت. و برای حاشیه ابتدا و انتهای کار هم تعداد دونه رو بیشتر در نظر بگیرید، مثلا 7 یا 8 دونه. در انتها هم تعداد رج‌ها رو بیشتر ببافید. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید.
لطفاً کانال بافتنی با لیلا رو سابسکرایب کنید، آموزش ها رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. ممنون از همراهیتون.